محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. همطور که میدونید در ایام عرفه هستیم، ایام مخصوص زیارتی آقا و مولا سید الشهدا صلوات الله علیه. با برنامه سرزمین عشق در کنار بین الحرمین در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین یوسفی خیر مقدم عرض میکنم خدمتون. عرض سلامی داشته باشید خدمت بینندگان و در خدمت شما هست. سلام علیکم و رحمت الله. ایام رو تبریک عرض میکنم و انشاءالله که بتونیم نوکری کنیم و الهامات معرفتی در موضوعات جاری در این ایام نازل بشه و بیان کنیم انشاءالله به حول قوه الهی. اگر اجازه میفرمایید به رسم هر شب و برنامه عرض ادبی بکنیم محضر ارباب عالمین آقا سید الشهدا علیه السلام و برادر وفادارشون آقا قمر منیر بنی هاشم و انشاءالله با ادامه بحث در خدمتون باشیم. انشاءالله بفهمید جان. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن أبي طالب، السلام عليك يا ابن علي ابن أبي طالب، السلام عليك يا قمر العشيرة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا معكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، لعن الله من قتلك بالأيدي والألسن، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خب حاجا طیب الله انفسکم، خیلی ممنون متبرک کردید فضای برنامه رو با نوای دلنشینتون. خب همونطور که همه بینندگان عزیز در جریان هستند، ایام عرفه هست و ایام عید قربان. اگر صلاح میدونید در خصوص معرفت به روز عرفه و روز عید قربان و رابطه اون با وجود مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام
و همچنین آقا امام زمان علیه السلام سخن بگیم. بله. خیلی خوشحالم که باز توفیق نصیب شد در این ایام نورانی کربلا باشیم. پایگاه معرفت عملی الهی کربلا یک حقیقت بزرگ رو هم امروز در وضع تمدن فعلی، هم در جهان مدرنیته، هم در مقابل نظام مدرنیته مادی اثبات معرفت ماورایی رو میکنه عملا و سیل جمعیت جاری و ساری در یک زندگی متمدن امروز که سایه سیاه مادیت و سکولاریسم و کفر و زندقه و انکار و تشکیک و عرفان های کاذب هم که بهش اضافه شده در یک کلمه عدم معرفت و بی معرفتی زندگی میکنن، این سیل جمعیت نشان از یک معارف عالیه ماورایی و ماورای طبیعی در کربلا داره و کربلا تقریبا کسانی که اهل معرفتن جذب میکنه. حالا ممکنه تک و توکی رو نظام خدماتی که همون هم باز مثلا من دیدم بچه های وزارت نیرو رو که در کربلا کارخونه برق رو راه اندازی می کردن و توربین های گازی رو داشتن تأسیس می کردن با یه عشقی آمده بودن کربلا، گفتن ما بی حقوق آمده می کربلا. ما حتی در نظام خدمات و در اون چه که می بینی گاهی مفهومی براشون نداره، باز تمام حرکات، انبعاث‌ها، تمام رستاخیزها معرفتیه. هنو من ندیدم کسی کربلا بیاد و بی‌معرفت باشه. و این قید زیارات و روایات ثواب زیارات لمن کان عارفن بهی، بدونن امام حسین یه چیز دیگه است، زمینی نیست، آسمانی. عارفن بهی یعنی بدونن امام حسین حجت الله، از بالا، از ماورا، از آسمان، از اعلا علیین، از هر بلندایی بلنداتر امام حسین آمده و باز برگشته به همون نظام اعلا علیین. و ما ادراک ما علیون، کی میفهمه که اون نظام اعلی علیینی چی هست؟ از امام صادق سوال کرد اگر قبر حسین ابن علی رو بشکافن تو قبر چیه؟ حضرت فرمودن ان الحسین عند ربه فوق عرشه، حسین توی صندوق نیست، تو این قبر نیست، حسین نزد پروردگار است. فوق عرشه، فوق عرشه، کنار خدا، عند رب، کنار خدا، در ما فوق عرش الهی، حتی با همین بدن، با همین جسم. اشهد ان دمک سکن فی الخلق، فی الخلق و قشعرت منه ازلت العرش، همون لحظه بردن بالا. عباسد جنازه حضرت رضا رو گم میکنه، لحظاتی مضطرب میشه، به جواد الائمه میگه که اگه مأمون امام رضا رو از من بخواد من چی جوابشو بدم؟ حضرت فرمودن هر امامی که از دنیا میره ملائکه میان جنازه‌شو میبرن عرش الهی، اونجا به زیارتش میپردازن. اول عرش ادب میکنه،
و ساکن اون مقام میشه، ولی برای اجرای مراسم برمیگرده. هم در ورودشون هم در خروجشون این عرش نشینی هست. در تولد امام زمان صلوات الله و سلام علیه سه روز اون کودک زیبارو گم شد. کبوترهای سفیدی آمدن با هم اون قنداقه رو به آسمان ها بردن. دلم میخواد یه نقاش ماهری این عروج ملکوتی نیمه شعبان را که پرنده های سفید قنداقه امام زمان رو به عرش بالا میبرن نقاشی کنه تو بخش هنری و چقدر زیبا میشه. دلم میخواد آقای فرشیان این کار رو بکنه. جزو آثار باقی مونده از خودش، اونایی که پیام منو میشنون سلام منو به آقای فرشتیان برسونه. من دست ایشون از هر از اینجا از کنار بین الحرمین میبوسم و ازشون خواهش میکنم این پرده رو بکشن. خیلی زیبا میشه این عرش نشینی. فهم اولیه معرفته، آغاز معرفت اینه که بفهمیم اینا زمینی نیستن. حجت الله، ولی الله، خلیفت الله، نور الله، روح الله و مقام علو ذات سبحان ربی الاعلا و بحمده. وقتی کنار او، با او، سفیر او، نماینده او، خلیفه او، وصی او، ولی او، نور او، روح او، سایه او، ظل الله، مشیت الله، اراده او، جنب الله، قلب الله، کلمت الله، همش انتصاب به اون علو بی نهایت داره. حد اقل درجه‌ای که به تک تک این زواری که الان دارن بین الحرمین ادب میکنن، اینا سرشون به طرف گنبد امام حسین که هست، به تعبیر روایت سرشون به عرشه. لذا فرمود من زار الحسین به کربلا کانه که من زار الله فی عرشه. اگر آمده اونجا ذریح رو نگاه میکنه، توی ذریح رو تماشا میکنه، باز داره به عرش نگاه میکنه. این قصه آغاز معرفته. شما در صحرای عرفات در روز عرفه، حجاج وادی عرفانن، همه چی رو رها کردن، سر به آسمانن، رو به خدا هستن. اما فرمود اول خدا به زوار قبر حسین در روز عرفه نظر میکنه، بعد به حجاج بیت الله در صحرای عرفات. چرا؟ چون درصد علو زائر حسین نسبت به حاجی عرفات نشین، حاجی عرفات نشین تو خیمه ها حد اقل کف علوی که بیان کردن برای زائرها، یعنی علو زائر الحسین به نسب به حاج بیت الله در صحرای عرفات 2,000,000 حج و عمره قبول شده. تازه اونجا رو امضا نمی کنن، حاجی نا حاجی، حاجی نا حاجی. گفت در صحرای عرفات خوابیده بودم، شب دیدم دو نفر از آسمان نازل شدن، یه پیرمرد بود و یه جوان. تمام حجاج تو صحرای عرفات به صف بودن، عمر رو صف کشید. این پیرمرده یه عصا دستش بود، جلو تک تک یه حجاج راه میرفت، عصاشو میکوبید زمین، میگفت حاجی. او جوونه مینوشت حاجی، برای بعضی ها مینوشت نه حاجی، نه حاجی. او مینوشت نه حاجی، به عربی حاجی، لا حاجی. به من که رسید نوشت نه حاجی. عصای پیرمرده رو گرفتم گفتم چرا؟
گفت دیوار همسایتو از دیوار خونت بالاتر بردی، همسایه ناراضیه، آفتابشو کور کردی، ناراحته. نه حاجی، کسی که خدایی میشه مثل خدا باید مهربون میشه. حج قصد الالله، خدایی شدن. حاجی که ظلم بکنه که خدایی نشد. و ما ربک بظلام للعبید، تو لباس ظلم نمیشه خدایی شد. صد بارم مکه بری، نه حاجی، نه تو اصلا قصد. حج یعنی قصد، حج بیت الله یعنی قصد بیت الله، قصد الالله. و وقتی قصد الالله بشه باید خدایی بشی تا قصد خدا بتونی بکنی. حالا رفتی تماشا کنی، مهندس یهودی مسیحی اگه بره مکه برای ساختمون سازی، حاجی نیست، یهودیه، مسیحی. تو هم همونی. و اصلا عجیبه که هم نهاجی لاهاجی و هم تارک الحج یحشر مع الیهود و النصارى. کسی واجب الحج بشه و عمدن حج رو ترک کنه و مرگ او رو فرا بگیره، با یهود و نصارا محشور میشه. یه رابطه ایه که حج بیت الله باید قصد الالله در صفات باشه. اما وقتی موضوع به آقا سید الشهدا علیه السلام میرسه انگار این ضریب پیدا میشه، جور دیگری است، ضریب پیدا میکنه. همونه، همون قصده. چون واقعا بچه هایی که میان کربلا پدر مادرشون میگن الحمدلله بچه هامو خدایی شدن، به سمت خدا رفتن، توبه کردن، نمازخون شدن، رفتن کربلا. همین رفتن کربلا یعنی خدایی شدن. انگار که نمادی است. چرا؟ چون حسین مظهر اتم و اکمل خداییان است. احسن. دیگه بالاتر از امام حسین کسی نتونست خدایی بشه. اگه شما میشناسین بگین که من از همینجا عرض میکنم هر کی بالاتر از امام حسین در خدایی شدن، محو خدا شدن میشناسه، اسمشو ببره، الان زنگ بزنه به شبکه بگه فلانی خدایی تره. همه گفتن، حتی جدش پیغمبر گفت حسینون منی و انا من حسین. تو این خدایی شدن من از حسین، من از حسین، این اخذ پیغمبر از امام حسین، من حسین، که گیرایی داره. یعنی رابطهش رو میتونیم برقرار کنیم با این لقب ابا عبدالله در واقع؟ خدا. پدر عبودیت شده در، نباید بگم ولی شما زبون من داری باب میکنی. پیغمبر اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اینجا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. بازش نمی کنم، هر که هرچی فهمید. او عبد است، این ابا عبد است. همونطور که خانم حضرت زهرا میشه ام ابی ها. آره. همونطور که پیغمبر اب است، فاطمه ام عبد است. بچه های فاطمه هم دیگه. باید به مادرشون بگه. پیغمبر راجع به دخترش میفرد ام ابی ها، اینجا هم ابا عبدالله. واقعا امام حسین به پیغمبر آبرو داده، جزء نواهاییست که آمای آبرو بوده، اونم نه پیش خلق، پیش خدا. اگر یه پسری برای پدر مادرش پیش خدا مایه آبرو باشه، این پدر مادر کلاهشون رو بندازن آسمون، به پرواز برسن. و جالبه یه کلم اینجا بگم، رقیه یعنی مایه ترقی بابا. اح. اح. یعنی اون دختری که مایه آبرو بود. خیلی دختران مایه شرمن، مایه آبرو ریزی هم. و
ولی رقیه یعنی کسی که مای ترقی بابا پیش خدا بود. 3 سالش هم بیشتر نبود. اصلا کربلا یعنی معرفت، یعنی معرفتی عمل کردن، یعنی اهل معرفت شدن، یعنی اهل آسمان شدن، یعنی از زمینی بودن خسته شدن. هر وقت از تجارت زمینی بودنه، کسافتکاری زمینی بودنه، شهوترانی زمینی بودنه، خوردن خوابیدن زمینی بودنه، بازی و لهو و لعب، انما الحیات و دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، همش زمینی بودنه. هر وقت از اینا خسته میشی پا میشی میای کربلا، یعنی آسمونی میشی، یعنی رو به پروازی، رو باند پرواز. به سوی کربلا حرکت کردن یعنی تکاب به ماورا، آغاز باند ماورایی. هواپیما روی ارتفاع 30,000 پام که حرکت کنه بازم زمینیه، تو زمین داره حرکت، جز به زمینی هاست. اما شما وقتی میان کربلا از پروازهای هواپیما بالاتری میرین عرش، ولو خودتونی سیر ظاهر رو نفهم. راجع به کمتر از اینا رو ما داریم، از صلات و معراج المؤمن، تو نماز با میسی میری بالا. احسن. در خدمت به پدر و مادر میری بالا، و وسین الانسان، چون دستور از آسمانه عملش بکنی آسمونی میشه. و وسین الانسان به والدیه احسانا، یا بعضی آیات و وسین الانسان به والدیه حسنا، اونجا آسمونی میشه. نماز میخونین آسمونی میشه. دیگه نمیگم کربلا چیکارتو میکنه. بعد یه حدیث، تو همون حدیث امام صادق که پرسید اگه قبر رو بشکافن چه خبره، حضرت اول ظاهرا بهش میگن خیلی از امر بزرگی سوال کردی. فرما اعظم مسائل و سوالات چه بزرگ بزرگی، آره. چه سوال بزرگ بزرگی میکنه. بعضی بلدن سوال کنه. حسن المسئله نصف العلم، نصف العلم. و من میگم عظمت المسئله، عظمت العلم، عظمت المعرفه، که سوالاش بزرگ باشه و حجت خدا امام زمانش بگن تو سوالات بزرگی. یه وقت شما حرفای من میفهمین، من میگم شما آدم فهیمی هستین، یه وقت امام زمان به شما میگن تو فهمیدی، خیلی خوش فهمی، فرق میکنه. کربلا یعنی معرفت. اضافه فرمود کربلا یعنی عرفه. مرحوم شیخ شوشتری میگه حتی مجالس الحسین صحرای عرفاته، نه فقط کربلا. مجلس الحسین، مشهد و عرفه. برای در خصائص الحسینیه، برای مجلس امام حسین، چه مجلس ذکر فضائل باشه، چه جشن میلاد باشه، چه مجلس عزا باشه، چه در مجالس تاسوعا، عاشورا و محرم و سفر باشه، میگه انها مشهد و عرفه. 14 تا خصوصیت برای مجلس امام حسین بیان میکنه در خصائص الحسین، یکیش اینه انها مشهد و عرفه. این رابطه عرفه با امام حسین. وقتی یه کلمه اینجا بگم، چون شما پرسید رابطه عرفه با امام زمان چیه، یه حدیث، حالا که توی توپ پر به میدون آمدن آدم باید پر به میدون بیاد، رابطه عرفه با امام زمان چیه؟ این امام حسینی که قصد به او معرفتیه، کربلا آمدن معرفتی، زیارتش یعنی تو اهل معرفتی، آسمانی شدن، ماورایی شدن. این امام حسین به حضرت حجت ابن الحسن صاحب الزمان که میرسد میفرماد لو ادرکته لخدمته ایام حیات،
حدیث رو حتی اهل سنت در فرائد السمتین نقل کرد. سئل عن ابی عبدالله هل انت القائم؟ قال لا. از امام صادق علیه السلام نیست حدیث؟ هم از امام صادق فرائد السمتین، از امام حسین نقل کرد. هل انت القائم؟ قال لا ولو ادرکته لخدمته ایام حیات. نشانه ظاهرش هم اینه، امام زمان وقتی ظهور میکنن امام حسین تحت فرمان امام زمان زندگی میکنن. امام حسین که رجعت میکنن در حکومت صاحب الزمان رجعت میکنن و امامشون امام زمان است، فرمانده امام حسین امام زمان. جالبه اینا روایات رو ببینیم. امام حسین به عنوان فرمانده کل قوای امام زمان شرکت میکنه و نظام ارتش حضرت رو به عهده میگیره، ولی تحت امامت امام زمان زندگی میکنه، همونطور که امام حسین در زمان امام حسن تحت امامت امام حسن زندگی میکنه. یعنی دلیلی بر افضلیت در واقع آقا، در واقع امام حسین، چرا امام زمان بر امام حسین، چرا هست؟ روایات داریم که زیارت ناحیه که در واقع اونجا آقا امام زمان علیه السلام خدمت امام حسین فرمایند که اگر که زنده بودم جانم رو فدای تو میکردم و مانع میشدم از اینکه وظیفه است. اون از باب این که اون موقع میپرسم برای اینکه هم خودم بهتر متوجه بشم. بله زیباست، سوالتون هم قشنگه. اون از باب اینه که اگر امام زمان در زمان امام حسین بود، امام زمانش امام حسین بود. بله. هر کسی در کربلا بود تحت فرماندهی امام حسین. اگر درک می‌کردن بله. اما احادیث خلقت نوری میگه فلما نظرت الى ساق العرش فاذا هو بانوار علی والحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن المهدی قائم فی وسطهم یسلی کأنه کوکب دری. ائمه مثل ستاره بودن دور خورشید. نور امام زمان به نسبت همه انوار ائمه کأنه کوکب دری، مثل خورشید. پس شاید این حدیث رو در کنار حدیث المهدی طاووس و اهل الجنه بذاریم. اونجا هم همینه، اونجا هم جلوه او از همه بیشتره. این مال این که ما امام زمان هم نشناختیم. خیلی مظلوم. اگر اجازه میدید یک میان برنامه رو پس انشالله با هم ببینیم و به ادامه این بحث زیبا و شیرینی که آغاز کردین انشالله بپردازیم. بینندگان عزیز، با یک میان برنامه انشالله در خدمتون هستیم و ادامه بحث رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. یا علی مدد. اللهم ارزقنا سلام نه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام. و علیکم السلام. سلام علیکم. از کجا تشریف آوردین؟ من از ایران، از اصفهان هستم. گیلان، شهرستان املش. از تهران تشریف آوردیم. من مشهد. از تهران. از ایران اومدیم. کرمان. از خراسان رضوی سبزوار. شهرستان کاشان. استان خراسان رضوی سبزوار. اینجا کجاست؟ بهشت روی زمین. اینجا بین الحرمه. اینجا بهشته. عرش خداست. اینجا بین الحرمین هستش. دیگه جایی که همه میان به عشق خود آقا، یعنی برای عشاق دیگه بهترین جای دیگه. اینجا بهترین سرزمین. سرزمین خود حسین. بین الحرمین. چند روز تشریف آوردین؟ حدودا 6 روزه. 6 روزه. سفر اولتون هست؟ نه. چندین بار دیگه قبلا هم اومدم. ما الحمدلله توفیق داشتیم 2 روز نجف بودیم،
امروز صبح رسیدیم حرم امام حسین علیه السلام. 3-4 روزی هست اینجا هستیم. ما 2 شب پیش امروز رسیدیم اینجا. 5-6 روز پیش. 5 روزی هستش. حدود 4 روز الان کربلایی. وقتی وارد حرم آقا سید الشهدا شدیم و ذریح آقا رو دیدین، چه حس و حالی رو داشتین؟ ما در ایران زیارتنامه اینا که میکنیم، همیشه وقتی که به سلام امام حسین رسیم میگم فرض کنین الان روبروی ذریح شش گوشه آقا عبدالله الحسین ایستادیم، از اونجا سلام میدیم. اون یه حالا هوای دیگه برای خودمون داره، ولی وقتی که اینجا میایم ما رو به باب القبره و بیسم و سلام میدیم، اصلا یه توجهات دیگه است، یه عنایات دیگه است. حس و حالش قابل بیان نیست آقا. خیلی ها هستن الان رو تخت بیمارستان، خیلی ها هستن تو خونه هان، خیلی ها هستن محتاجن، خیلی ها هستن آرزوی همچین لحظات و همچین جاهایی رو دارن. حس و حال خوبی داشتیم. واقعا کربلا اومدنیه، واقعا اومدنیه کربلا. خدا به حق امام زمان نصیب همه کنه و بیان. اولین بار که اومدم سال 79 بود، با داییم و خانوادگی اومدم. وقتی حرم امام حسین وارد شدم فقط گریه میکردم و هیچ چیز دیگه نمیتونستم بگم، یعنی فقط اون مصیبت و مصیبت اهل بیت تو ذهنم میامد، عشق میخوام و جز گرد و خاک حرم امام حسین من وارد شدم، یک گرد و خاک عجیبی داره. وقتی که میدیم روایت داریم که ملائک اونجا خاک بر سر میریزن، اون حس رو من اونجا داشتم. گفتنی نه. این یه شور حسینی هستش. من 3 سال پیش با مردم همسو اومدیم اینجا زیارت کردم. اون موقع من اصلا پاسپورت هم نداشتم، ولی الان پاسپورت گرفتم، به صورت قانونی وارد کشور عراق شدم و این شور حسینی در همه مردم وجود داره. باور کن حسش توصیف شدنی نیست. تا نیاد آدم نبینه متوجه نمیشه. اینقدر رفیقا میرفتن میامدن میگفتن، تا زمانی که نیای اینجا متوجه نمیشی. حسالش گفتنی نیست، باید بیای اینجا تا درکش کنی. حس بهشت در دماغم وجود میارم، حس خدا همه چیزی به من داده. واقعا باور نمیکنم. من همیشه خونمون که بودم میگفتم آیا یه روزی میشه من قدم بزنم اینجا بین الحرمین. الان که راه میرم مثلا فکر میکنم خوابم، میگم بیدارم، خوابم، اصلا باور نمیکنم که دارم راه میرم اینجا. الان روبروی آقا ابوالفضل عباس علیه السلام هستیم، هر چی دعایی که میخوایم بکنیم بفرمایید. اول فرج امام زمان، اللهم اجل لولیک الفرج. دومین دعا موفقیت تمامی محبین اهل بیت. ای ساقی، ای علم داره کربلا، تو را به حق پریشانی دل حضرت زینب کبرا هر چی مریض هست شفا عنایت بفرما. فرج آقا امام زمان رو میخوام از خدا. اللهم اجل لولیک الفرج، همه مریضا شفا بده. خدایا درد دردمندان دوا، قرض قرضمندان ادا، حاجت حاجتمندان روا. ایشالله خود آقا همه اونایی که آرزو دارن بیان پابوسشون به طلبه. من همیشه دعام فرج امام زمان، قرض همه رو ادا کنه، مرد همه شفا بده. یا کاشف الکرب ان وجه الحسین اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام. میخوای بگی که خودی نیست در غریبم، نکنه میخوای بگی. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما بینندگان و همراهان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه سرزمین عشق از بین الحرمین در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسفی عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمتتون. اگر اجازه می‌فرمایید ادامه بحث رو در حول این محور داشته باشیم که در بسیاری از روایات در خصوص وجود مقدس سید الشهدا و سایر در واقع اهل بیت و اون دایره استفایی مثل حضرت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها و غیره، عبارت عارفن به حقه یا عارفن به حقها به کار رفته. این در واقع کف معرفتی که از زائر خواسته شده چی هست؟ و حالا اگر بتونیم یواش یواش این درجات معرفت رو بالا ببریم به کجاها میرسیم ان شاء الله؟
اون بحث عارفاً به حق در دو بعده، یکی بعد فاز معارفه، توسعه مغزی، ظرفیت‌های مغزی، این ظرفیت‌های معرفتی، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، ظرفیت معارف و ظرفیت مطالب، یکی اون. یکی هم مباحث نشانه های معرفته که در زندگی ما آثار معرفت ظاهره یا نه. خب اگه به ما بگن مثلا امام زمان امشب تو بین الحرمین حاضرن و ما بدونیم این قصه رو، امشب تو بین الحرمین چیکار میکنیم؟ یه جوره، یه وقت هست نه کلی گفته شد و خبر نداریم. یا یه جور دیگه میگم، اگه امام زمان بیان امشب حرم امام حسین و ما بشناسیم ایشون چجور عمل میکنیم، یه وقت هست میان و ما نمیشناسیم. این دوتا با هم تفاوت داره. اگر بگن سلمان زنده شد و آمده کربلا، داره میاد امشب کربلا، همه میرن به استقبال سلمان، اما اگه سلمان خودش بیاد و ما نشناسیم، لای همین جمعیت گمه، کسی هم تحویلش نمیگیره. ادب، احترام، حفظ حریم جزو لوازم معرفت، جزو آثار معرفت. اگه منظور از سوال این باشه که عارفاً به حقه، یعنی اللهم اني اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته، من احترام و حرمت صاحب این بارگاه و مشهد بزرگ را دارم و معتقدم و رعایت میکنم، همون گونه که اگه خود امام حسین زنده بودن چجور احترامشون رو رعایت میکردن. یه وقت اینه عارفن به حقه، یعنی کربلا میایید گناه نکنی، عارفن به حقه یعنی کربلا میای حرمت رو حفظ کنی، آمدی اینجا چشترونی و اونجا میموندی، آمدی اینجا بخوابی خونت میموندی، شهرت میموندی، آمدی اینجا بازی، بری گردش، بری کنار فرات، بری نمیدونم همون جوجه کباب و کباب و بزن و بهادر و همون اوضاع شکم و وقتی که به شما گفتن کربلا میرین گوش نخورین، یعنی حفظ حریم. وقتی که گفتن کربلا میرین پا برهنه برین، پیاده برین، یعنی حفظ حرمت. امام حسن و امام حسین حج مشرف می شدن در حالی که 400 تا اسب راهوار اصیل عربی رو یدک می کشن، با این که اسبار هم یدک می آوردن، یعنی دهانه اسبشون دستشون بود پیاده می آوردن. غیر از پیاده رفتن ماها ستن که خدای من مرکب بی خوبی دارم سوار نمیشم احتراماً، همه ماشیناشون هم بیارن ولی از ماشین پیادشن پیاده بیان، همه با راننده هاشون ماشیناشون رو برایشون داره پیاده، کنار ماشیناشون پیاده دارن احتراماً. این یه نظام ادبه. یه وقت این مسائل حریمیه. پس در واقع بحث ادب و معرفت با هم در واقع یک آمیخته با هم هست و ناگسستنی. یک مفهوم حیا، الحیا و الایمان مقرونان، فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. نقطه مقابل حیا پررویی و دریدگی و بی شرفی و بی حالت
حریم رو حفظ کردن. شما وقتی میگین احترام پیر مرد رو نگه داشته یعنی چی؟ ولو پیر مرد کافر باشه، احترام محاسن استفید رو نگه داشتن. وقتی میگه احترام پدر رو نگه داشتن جلوش پاهات دراز کنی که تون باش حرف بزنی. قرآن خودش بیان کرده احترام پدر مادر نگه داشتن یعنی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، یعنی حتی در گفتارت مؤدب باش. کرامت گفتاری، کرامت رفتاری همش با هم باشه. حال یه کسی دریده و بی‌حیا و پرروی با پدرش بحث میکنه، فحش میده، حتی میزنه، دعوا و همدیگه گلاویز میشه، فریاد میزنه جلو پدرش، یعنی احترام نداره. این مفاهیم یه وقت منظور از عارفن به حقه که ترک گناهان قدم اولش، تحمل بعض سختی ها قدم دومش، خشوع قلبی سومیش، خشوع رفتاری، خضوع، آرام راه رفتن، با وقار راه رفتن، با حال حضور راه رفتن، خود در محضر مولا دیدن، قدمات کوچک برداشتن و هر قدمی فهمیدن که چی دارن بهت میدن، چی میخوان بهت بدن، اینا مفاهیم ادبیش. یه وقت معنای عارفن به حق اون معرفت های تئوری و اعتقادی و فکریه. شما امام حسین رو کی میدونی؟ چه کاره میدونی؟ تو این قسمت 6 تا نسبت باید معلوم بشه. یکی این که نسبت خدا با امام حسین چیه؟ خدا چه کاره امام حسین؟ دو، نسبت امام حسین با خدا، امام حسین چه کاره خداست؟ روح الله، جنب الله، خلیفت الله، حجت الله، ید الله، سار الله، خون خداست، ظل الله، سایه خداست، مشیت الله، امر الله، نور الله. من یه بار حساب نزدیک 100 تا نسبت در روایات تو هم زیاد جامعه موجوده که دم دستش بخواد نگاه کنه، حدود 100 تا نسبت بین امام زمان، بین امام حسین و خدا بیان شد. فهم اینا معرفت. ما وقتی میام کربلا بفهم کجا آمدی. کربلا تایلند نیست، کربلا آمریکا نیست، لندن نیست، توکیو نیست، شانگهای نیست. کربلا یه نظام معرفتی فکری و روحی رو به دنبال داره. تو که آمدی یا تو که میخوای بیای معلومه یه چی دیگه تیه. این مفاهیم. نسبت سوم، امام حسین چه کاره این خلقه؟ رابطه امام حسین، امام زمان با خلق. چهارمین نسبتی که باید معلوم بشه، این خلق چه کاره امام حسینه؟ چه کاره امام زمانه؟ معلولن، مخلوقن. مخلوق بودن هم هنر نیست، بالاتر ازش هم داریم. لوجههی مخلوق. یه وقت امام حسین خودش شما رو خلق میکنه، او یه مفهوم داره. یه وقت خدا به خاطر امام حسین خلق میکنه، این بالاتره. انقدر خاطرش عزیزه که عالم و آدم و سیاره و ستاره و همه مفاهیم برایشون خلق شد. این دیگه قوقایی، اینا رو بفهمان. پنجم، رابطه خلق با خدا چیه؟ این خلق چه کاره خدا؟ خلق خلقه یا خلق الله؟
ما در قرآن یه وقت میگیم تسبیح خدا کن، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یه وقت میگیم تسبیح اسم کن، سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح اسم با تسبیح ذات فرق نحنو اسماء الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. تسبیح اسم یه مقام دیگه ایه. اگر اینها خلق خلقن، این خلائق خلق خلقن، خلق حسینن، اون وقت باز اون مراحل خلق چیه؟ لوجه الحسین، برای حسین، خدا به عشق حسین، به خاطر امام زمان آفریده اینا رو. او دیگه باز یه وقت هست خدا سفرائش رو میفرسته برای اینکه پیغمبر رو برن معراج، یه وقت هست خود خدا مستقیما میاد دنبال پیغمبر، فرق میکنه با هم. یه وقت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل رو میفرسته، افسران عالی رتبه ملکوت رو میفرسته دنبال پیغمبر، بیارینش بالا به مهمونی من، یا خودش میاد دنبالش. شما یه وقت برای یه مهمان عزیزی که دارین رانندتون رو میفرستین دنبالش، تاکسی تلفنی براش میگیرین میفرستین، راننده شخصیتون رو میفرستین، یه وقت پسرتون رو میفرستین، یه وقت انقدر عظمت داره خودتون میرین رانندش میشه. حرف من اینه اگه خود خدا برای امام حسین خلق کرده باشه، یعنی خدا راننده امام حسین شده. خودش آمده خلق برای این عزت تا ای حد، یا وجیهن هندن، چقدر آبرو داره، تا این حد که خودش امر کن من انجام میدم، خودم برم. تو روایت داریم اگه کسی سه تا آیت الکرسی در روز بخونه، امام صادق فرموده اگر کسی سه مرتبه آیت الکرسی رو بخونه، خدا ملائکش رو میفرسته از این بندش حفاظت کن. بعد امام صادق فرمودن اگر کسی پنج بار آیت الکرسی رو بخونه، خدا به این ملائکه میگه برید کنار، خودم میخوام مستقیما از بندم حفاظت کنم. حساب کنید امام حسین کیه، امام زمان کیه، خود خدا براش خلق خیلی بالاتره که از این که امام حسین خودش خلاق باشه. اگر بگیم اینی ما خلقت سماء مبنی ولا ارضا مدهی ولا قمر منیرا ولا شمس مضیع ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلهم، این بالاتر از اینه که فاطمه زهرا و امیرالمومنین و پیغمبر خودشون خلاق باشن. میکنم حدیث امام رضا علیه السلام به همین اشاره داره که شخصی پرسید از خدمت حضرت که آیا شما خلق میکنید و رزق میدید؟ حضرت گفتن نه، ما از خدا میخواییم و خدا به واسطه ما خلق میکنه. نازمونه میکنه اگر نازی کند زهرا. سلام الله. بعضی ها خیال میکنن اگه بگن یا وجیهن اندالله مقامشون آوردن پایین، حتی هم بگن آقا خود دیکار. نه، گفتم خدا راننده، تعبیر غلطیه، بده، زشته، نباید بگیم. برای اینکه مفهوم رو من بتونم القا کنم مثال رو زدم که چقدر باید یکی عزیز باشه که شما خودت بری رانندش میشه. تو فقط ناز کن، من خلق من برات میام. تو فقط بگو یا فاطمه سلی حاجته، اونم با این عبارت، حبیبتی فاطمه. اینقدر مؤدب بوده امیرالمؤمنین میخواست صداش بزنه سیدتی و مولاتی یا فاطمه. من میگوتم خب امیرالمؤمنین این عظمت، همسرشو میخواست صدا بزنه، یا میگه یا مولاتی یا میگه سیدتی عزیزتی حبیبتی، ولی وقتی رسیدم روز قیامت خود خدا به فاطمه اینجوری حرف میزنه، حبیبتی عزیزتی فاطمه،
سلی حاجتک، ناز کن نازت بخرم. عارفن به حقی وقت این معارفه، وقت آدم مؤدب میشه. ببینی یک کسی آمده تمام مراجع دست چه میبوسن، شما نسبت به یه عالم چجوری میشه؟ تمام سلاطین دست چه میبوسن. اگر ببینیم یک کسی هست که پیغمبر خم میشه دستش میبوسه، چقدر مؤدب میشه. پیغمبر جلو پاش بلند میشه به تمام قد، پیامبر دستشو هر بار میبینه میبوسه، چقدر مؤدب میشه. غیر از اینکه یک چیزایی رو ما خودمون بشناسیم بخوایم ادب رعایت کنیم، وقتی میبینیم بزرگان ملکوت جبرئیل و میکائیل بدون اجازه وارد نمیشدن و وقتی هم وارد میشدن حضرت زهرا در حال نماز بود، نمی نشستن، می ایستادن مؤدب دست به سینه تا ببین نمازشو سلام بده، به جبرئیل به میکائیل اذن نشستن بده، او وقت می نشستن. وقت آدم می فهمه این کیه، این معارف، عارفن به حق، عرفه یعنی همین، درک این. کربلا آمدن یعنی اصلا، کربلا یعنی عرفه. هر وقت بیای انشالله که خدا به همه ما توفیق افزایش معرفت رو بده نسبت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، خاصه خمسه طیبه صلوات الله علیه مجمعین و آقا و مولامون. دلم میخواد یه ادبی امشب راجع به از مسلم ابن عقیل داشتیم. ظاهرا وقتمون تموم شده، ولی اگر که نه دیگه، حالا وقت تموم شده، اگر اجازه بدیم یک سلامی از طرف شما و همه بینندگان یک سلامی بفرمایید. آقا حضرت مصطفی صلی الله علیک یا سیدی و مولای، یا مسلم ابن عقیل، یا سفیرة الحسین، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. ای حسین جان از دل کشد زبون، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین.